استاد عزیز، خواستم راجع به موضوع که چون ظرفیت اشخاص، فهم اشخاص یا علمیت اشخاص فرق میکنند و هر کس راجع به این که خوشبختی چی بر انسان کدام نوع چیز به حساب به انسان خوشبختی میره واقعا فرق میکنند. مگر ما به حیث مسلمان وقتی که میبینیم واقعا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مقابل پول میگه در دنیا قسم زندگی کو که فکر کنی که غریب هستی و مثل یک غریب و یا مسافر. فکر میکنم اگر انسان آینده خوب پیشروی نداشته باشه یا در فکر آینده خوب نداشته باشه، هر چقدر که ثروت، مال، دارایی، هر آن چیزی که در اختیارش هست در دنیا به حساب است پیشش باشه، اصلا خوشبخت نمیتونه باشه. مثل یک انسانی که قندی باشه، مثالی که مشکلات در پیش روش باشه، بدبختی باشه. مگر یک مومن، یک مسلمان واقعی به خاطر خوشبخت می باشه. و اگر ما ببینیم اکثر مردم ها، علمای بزرگ که در جهان رفتن، حتی ازدواج هم نکردن، مگر بهترین انسان های خوشبخت بودن، مثل ابن تیمیه رحمت الله علیه و امثال از اون. اونا تنها چیزی که داشتن ایمان داشتن به الله سبحانه و تعالی و آینده خود روشن می دیدن که چون دنیا کدام ارزش نداره. اگر خوشبختی رو مایز کنیم، هر آن چیزی که الله متعال برای ما داده، وقتی که می بینیم چون نظر فرمودی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگی همیشه انسان از خود پایین‌تر رو ببینن. اگر حتی موشل شدم که باشه، به حساب ببینه که در بالوش یک دیوانه باشه و عقل داشته باشه، سر از شکر میکنه و لذت میبره. واقعا بهترین درجه خوشبختی را انسان مؤمن با دست میاره که در هر حالتی که باشه خوش میباشه. و ما نظریه میسته که برادرها در هر گوشه که هستن از الله متعال اول انسان ایمان بخواه و رضای الله سبحانه و تعالی در بالوش که بهترین چیز است که خوشبختی را میاره. و الله قسم است که ما به حیث یک مسلمان بستم ببینیم که غیر ایمان هیچ چیز در دنیا بر انسان خوشی نمیده. غیر ایمان و اعتقاد، چرا که ایمان است که انسان هم دنیای 50 ساله را خیر و آخرت که یک عمری است، یک زندگی است که خالد است، همیشه جاودانی، بازگشت نداره. پس یک انسان مؤمن هر چقدر مشکل هم مثل از اینکه یک کس بندی می باشه برای یک سال دو سال سرش قید نه، هر چی ظلم کنن سرش مگذره، مگر اگر او امیدی داشته باشه که می قیدش خلاص میشه، دوباره آزاد میشه، در فضای آزاد زندگی میکنه. مؤمن عین شکل است، مثل یک مسافر باری هر مشکلی که بیای سرش. و پس به این لحاظ ایمان بهترین چیزی است، بهترین یک نعمتی است از الله متعال که برای خیلی ممنون. بله، فرمایشات شما کامل درسته. آقا صابر عزیز از دانمارک، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، ممنون از تماستون.